آیین‌های نوروزی در بسیاری از کشورهایی که جشن گرفته می‌شود، با وجود برخی عناصر اسلامی در آن، بیشتر شبیه آیین‌های باستانی ایرانی است که با وجود تغییر دین و فرهنگ با شکلی جدید حفظ شده است. اما مراسم نوروز شهر مزار شریف در افغانستان که در قدیم به گفته پژوهشگران میله گل سرخ هم خوانده می‌شده، با وجود حفظ بعضی از این سنت‌های قدیمی مثل هفت میوه، کمتر شباهتی به نوروز ایران و تاجیکستان و دیگر کشورهای برگزار کننده این مراسم دارد و رنگ و بوی اسلامی اون غالب است. در اونجا این مراسم هر سال در حرمی برگزار می شود که در باور مردم محلی به علی ابن ابی طالب، امام اول شیعیان و خلیفه چهارم سنی مذهبان تعلق دارد. شروع سال نو هم نه در ساعت تحویل مثل ایران و نه در طلوع آفتاب مثل زرتشتی ها، بلکه با برافراشتن علم بلندی آغاز می شود که به زبان محلی آن را جنده می نامند. این مراسم چطور به این شهر را پیدا کرده؟ ریشه اون در کجاست؟ و چرا به مزار شریف محدود مانده است؟ صالح محمد خلیق، مهمان من در این برنامه، به عبارت دیگر از شاعران شهر مزار شریف، رئیس فعلی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ افغانستان و نویسنده کتاب جشن‌های آریایی است. چرا او میگوید بلخ خاستگاه مراسم نوروزی است؟ آقای صالح محمد خلیق، از شهر مزار شریف به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. آقای خلیق، چرا مراسم نوروزی در مزار شریف رنگ اسلامی داره و با مراسم در مثلا ایران و تاجیکستان فرق داره؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شما. در این باره باید بگوییم که نوروز در بلخ و افغانستان کدام فرق با نوروزی که در دیگر نقاط آریایی و کشورهای آریایی نشین برگزار میکنن نداره و در تمام کشورها من فکر میکنم که فعلا به مو سبقه اسلامی بزرگ داشت میشه. تنها فرق و تفاوتی که در نوروز بلخ دیده میتونیم برجستگی های خیلی فراوان است که او برجستگی ها هم ریشه در تاریخ کهن این سرزمین و ریشه در تاریخ نوروز باستانی داره. مثلا نوروز قدیم که ما میدونیم که نوروز یک آیین مهری بوده که در زمان زردشتیان بزرگ داشته و بعد از اسلام هم که با رنگ و بوی اسلامی بزرگ داشته. در گذشته های دور در بلخ همون قسمه که پژوهشگران میگویند نوروز را در آتشکده نوبهار تجلیل میکردن و بعد از آمدن دوره اسلامی باز هم نوروز در مکانهای مقدس اسلامی برگزار میشه که در شهر مزار شریف در بزرگترین زیارتگاه افغانستان که آرامگاه حضرت علی کرم الله وجهه هست برگزار میشه. یعنی تفاوتی که وجود داره تفاوت است که در دیگه کشورها هم هست. مثلا یکی از آرایه‌های سفره نوروزی در گذشته کتاب اوستا بوده، مگر حالا در ایران و در تاجیکستان و در افغانستان هم از کتاب مقدس قرآن استفاده میکنند در سفره نوروزی. این البته آقای خلیق، همیشه همه جا اینطور نیست. مثلا فرض کنید که رنگ و بوی اسلامی در مزار خیلی شدیدتره، در جای دیگه به ندرت ما رنگ و بوی اسلامی میبینیم در مراسم نوروزی و به نظر میرسه که شباهت‌هاش بیشتر به عصر باستان در ایران برمیگرده که این مراسم رو برگزار میکردن. مثلا در مورد قرآن هم خب سر سفره بعضیا قرآن میذارن، بعضیا شاهنامه میذارن، بعضیا کتاب حافظ میذارن. در نتیجه اینا هم به اصطلاح بهش اونقدر ماهیت اسلامی نمیده، ولی در مزار شریف متفاوته. چه ربطی هست بین مثلا مراسم نوروزی و خلیفه چهارم اسلام یا امام اول شیعیان؟ بله، ارتباطات از چند نگاه هست. اولی که مردم به این باور هستن که حضرت علی کرم الله وجهه در روز نوروز به تخت خلافت نشستن و همون قسمی که از پوجش ها برمی آید در همون روز
که امو حادثه غدیر خم رخ داد و حضرت پیامبر اسلام حضرت علی را به نام مولا خطاب کرد. اونم روز هم روز نوروز بوده و نزدیک به نوروز بوده، آسانه نوروز بوده. از نگاه امو تقویم هایی که فعلا برابرگذاری میکنند تاریخ 18 مارس این حادثه رخ داده و نوروز مردم بلخ آغاز خلافت یا آغاز امامت حضرت علی کرم الله وجهه میدانند. به او خاطر است که میخواهند نوروز در آستان قدس مرتضوی در شهر مزار شریف برگزار شود و از اینجا از تمام نقاط افغانستان و از کشورهای همسایه هم در او روز میمان میایند و میخواهند که نوروز در اطراف ای آرامگاه به تجلیل بنشینند. ولی آقای خلیق، شما چه اسنادی دارید مبنی بر این که اصولا آرامگاه خلیفه چهارم و امام اول شیعیان در مزار شریفه؟ چون خیلی های دیگه این رو قبول ندارن، در ایران هم این رو قبول ندارن. مثلا شعری از جامی هست مبنی بر این که میگن گویند که مرتضی علی در نجف است، در بلخ بیا ببین چه بیت الشرف است. جامی نه عدن گوی نه بین الجبلین، خورشید یکی و نور او هر طرف است. در واقع خود جامی هم شک داره در این که این کجا باشه. مزار جامی شک نداره، به یک شکل دیگه امو مسئله اختلافات خاصه که در شعر حل کنه از بازبان شعر که وقتی خورشید میتابه مهم نیست که در کجا باشه. و مردم افغانستان و مردم خراسان قدیم و گوشه و کنار کشورهای همسایه ما تا هندوستان هم به این باور هستن و بودن فرارودان یا ماورانر هم که حضرت علی آرامگاهش در بلخ است. و شاعرهایی که از گذشته بودن مثل بیدل، مثل جامی، مثل امثال از یا از آسایی میانم کسایی بودن که وقتی که برای منقبت حضرت علی شعر می سرودن همیشه بهاریه ها در ارتباط با حضرت علی سروده شده و به یک نوع نوروز با او مسئله منقبت حضرت علی کرم الله وجهه پیوند دادن. و در بسیاری از این شعرهایی که در مناطق می سرودن و می سرایند به آرامگاه، به موجودت آرامگاه حضرت علی در بلخ یا باور خود ابراز می دارند. البته در این اواخر این بحث بیشتر بحث سیاسی خواهد بود که ما در اون مسئله کار نداریم، منتها کسایی که میگن مزار منصوب به حضرت علی این مسئله اونمو قدر که وقتی که اونمو قدر دقیق مثلا موجودت آرامگاه در نجف هم اونمو قدر دقیق نیست و به مو اندازه میتونیم بگیم در بلخ، به خاطر اینکه در خود آرامگاه در نجف هم به اساس یک خوابه که منصور دوانقی یکی از خلفای عباسی دیده بود جایش تثبیت شد و در اوج آرامگاه ساخته شده و در زمان تیموریان انجام داده شد و در اوج خود جامی بود. امیرعلی شیر نوایی در او ترکیب هیئت فرهنگی که از دارالسلطنه هرات در اینجا آمده بودن این آرامگاه را کشف کردند و به موجودیت از او صحه گذاشتن. اجازه بدیم برگردیم به موضوع خود مراسم و اینکه آیا ما اسنادی داریم که در قبل از اینکه مراسم به این شکل در مزار شریف برگزار بشه و منتسب بشه به امام اول شیعیان چجوری برگزار می شده در گذشته و از کی تبدیل شده به این نوع مراسم؟ در گذشته آخون ما به این عقیده هستیم که چون بلخ ام البلاد و مادر شهرها بوده و نخستین پایتخت آریانا بوده و گهواره فرهنگ و تمدن آریایی است، خواستگاه نوروز بلخ است و نوروز در گذشته تمام پژوهشگرها و دانشمندان جهان متفق القول هستند که
نوروز در تمام متون تاریخی هم نوشته شده که در نیایشگاه نوبهار بلخ بزرگداشت می شده، یعنی در یک مکان مذهبی زمان گذشته که در آیین مهر یک مهرابه یا یکی از نیایشگاه مهری بوده و بعدن که با نیایشگاه زردشتی تبدیل شده و در اواخر هم بخشی از این نیایشگاه به نیایشگاه بودایی مبدل شده بود پیش از اسلام. و بعد از اسلام، بعد از کشف آرامگاه حضرت علی در سال بعد از کشف دوبارش، البته در سال 588 هجری قمری که در روستای خیران بلخ که فعلا نام مزار شریف به خود گرفته به خاطر موجودیت همین آرامگاه، نام مزار شریف برای اطلاق شده، با برافراشتن درفش نوروزی، نوروز در اطراف از این آستان برگزار میشه تا امروز. بله، بسیار خوب. حالا در این مراسم زنان یک حضور پررنگی دارند. ما میدونیم که در افغانستان و خیلی از جای کشورهای اسلامی اصولا حضور زنان خارج از خانه خیلی مرسوم نبوده. حالا چرا فکر میکنید که زنان در این مراسم به خصوص حضور پررنگی دارند؟ خوب، از گذشته ها هم زنان و مردان یک جا اشتراک میکردن و تا امروزی رواج ادامه داره و بیشتر کسایی که در جشن نوروز در اطراف از آستان جمع میشن یا میگن در لحظه که درفش برافراشته میشه، درفش نوروزی، یا اگه دعای داشته باشن او مستجاب میشه. به میش باور بسیاری از مردم که یک تمنا و یا آرزوهایی دارن از گوشه و کنار افغانستان و از سرزمین های بیرون از افغانستان در اینجا میمان میشن و میخواین که اولین ساعت یا اولین روز سال نو و نوروز در اینجا سپری کنن و او لحظه را به دست بیارن و خواسته های خود از خداوند بخواین. یعنی علتش یه مقدار زیادی بر اساس توضیح شما دادین به علت اون یه شکل مذهبی داشتن این مراسمه که به هر حال زنان میتونن شرکت کنن درش. حالا ظاهرا قبلا هم یک جشنی بوده آقای خلیق، قبلا هم ظاهرا جشنی بوده به نام میله گل سرخ، اون به چه شکل برگزار میشده و این گردش نوروزی که مثلا در افغانستان در این روزها رایجه ربطی به اون جشن میله گل سرخ داره؟ بله، 40 روز به نام جشنواره گل سرخ که یکی از جشنوارهای نوروزی است در شهر مزار شریف تا 40 روز دوام میکنه، یعنی برعکس دیگر نقاط که با 13 بدر نوروز ختم میشه در شهر مزار شریف تا 40 روز ادامه پیدا میکنه، البته به نام گل سرخ. و این جشنوارهای متنوع به نام گلها و به نام پیداوار دیگه کشاورزی در گوشه و کنار افغانستان ما از این جشنها را داره، مثل جشن گل نارنج که در ننگرهار برگزار میشه و حتی در نزدیک خود مزار شریف یک جای است به نام خلم که در اونجا جشن گل بادام برگزار میکنن. این جشنها یعنی جشنوارهای نوروزی است که در گوشه و کنار افغانستان برگزار میشه. دیگه ارتباط گل سرخ هم با نوروزی است که در همزمان با نوروز دشت و دامان اطراف شهر مزار شریف و حتی بام‌های گلی که در خود شهر است پر از لاله‌های سرخ وحشی میشه که در روزهای باری میروید. سابقه تاریخی هفت میوه چیه آقای خلیق؟ برای اینکه این یه مراسم خاص افغانستانه و در جای دیگه ما نمیبینیم. پیشینه تاریخی تا که نوروز وجود داشته افسین هم وجود داشته، در افسین و هفت میوه که در افغانستان هفت میوه میوه‌های همو آجیل است که به صورت تر کرده یا به صورت خیسانده این نوشیده میشه. دیگه یکی از آرایه های نمود سفره نوروزی میباشه. دیگه این به خاطر است که تمام جشن های کهن آریایی خوردنی های آینی خاص خود داشته که یکی از خوردنی های آینی جشن نوروز همی هفت میوه هم است. البته در متون
تاریخی اگر یادم نشده باشه در سالهای پسین مثلا در حدود 300-400 سال اخیر در تمام کتاب ها از این چیز یاد شده. آها، آیا این ربطی به اون مثلا مراسمی که زرتشتی ها به نام لرک برگزار میکنن داره این نفع میوه؟ خب شاید هم ارتباط داشته به خاطر بسیاری از مراسم نوروزی هم با مراسم زردشتی و هم با مراسم میریا میتونه رابطه داشته باشه و ما چون جشن نوروز یک جشن است که از آن سوی صدا و از آن سوی دورهای داستانی و تاریخی تا امروز برگزار میشه، به این خاطر بسیاری از رواج‌های نوروزی ریشه در مراسم باستانی امکان داره داشته باشه و قطعا داره. آها، حالا بعضی از این افراد مسلمانانی خود متعصب‌تر مخالفن با این مراسم نوروزی و میگن که این یک مراسم مجوسیه و نباید برگزار بشه. آیا این نوع نگاه تأثیری در بین مردم داره؟ یعنی مردم این رو باور میکنن و احیانا اجتناب میکنن از شرکت در مراسم نوروزی؟ نه خیر، مردم افغانستان بیشتر دشمنای خود میشناسن و کسایی که این تبلیغ میکنن کسایی هستن که عملا در صف مخالفین دولت و مردم افغانستان قرار داره و با تاریخ و با فرهنگ افغانستان یا دشمن هستند و فرهنگ ستیز و میهن ستیز هستند. یعنی زیر تبلیغات از یا هیچ کس نمیره و مردم کار خود میکنن و به این باور دارن که اگر این گپ در نصوص اسلامی می بود تا این دم مردم بزرگداشت نمیکرد، در حالی که این تبلیغات بسیار جدید است و در گذشته هیچ گونه از این تبلیغات وجود نداشته و شما میدونن که بسیاری از بزرگان دین ما، عرفای ما، که حتی بعضی کسایی که از بلخ بودن مثل مولانا جلال الدین محمد بلخی نوروز در شعرها و در آثار خود بزرگداشت کردند. آها، حالا در دهه‌های گذشته آقای خلیق یه مقدار سیاستمداران خیلی شرکت میکنن تو این مراسم و یک نوع حالت حکومتی به خودش گرفته. آیا این همیشه اینطور بوده یا این یک پدیده اخیره و جشن اصولا یک جشن مردم بوده؟ بله، اما قسم پیشتر شما گفتین که تفاوت هایی داره با دیگر کشورها، جشن نوروز تفاوت نداره. یعنی جشن نوروز در گذشته هم در دربارها تجلیل می شده. اگر مراجعه کنین در متون قدیم ما جشن نوروز عامه داشتیم، جشن نوروز خاصه داشتیم، برای 6 روز جشن نوروز در زمان سامانیان، در زمان غزنویان هم تجلیل می کردن که 6 روز زیر با اقشار مختلف مردم می دیدن و روز آخره با ندیمای خود که روز نوروز بزرگ یا نوروز خاصه می گفتن. یعنی در گذشته هم دولت ها بزرگ داشت، هم مردم. مراسم جشن نوروز هم یک بخش دولتی بوده در گذشته های دورم و حتی پیش از اسلام در زمان کوروش کبیر که شهر بابل فتح کرده بود همزمان با نوروز تاج پوشی خود انجام داد در شهر و همو 12 ستونه که کشت کرده بود از حبوبات مختلف و در روز نوروز باز می دیدن که کدامش خوب رویده و او را باز برای کشاورزا وظیفه می دادن که زیادتر کشت کنن. یعنی می بینیم که یک تعداد مراسم درباری بوده در گذشته و نوروز همیشه در شهر بلخ که پایتخت نوروز است از با اشتراک رؤسای جمهور و کسایی که در رأس قدرت در افغانستان هستند بزرگداشت میشه و در او روز گزارش سالانه خود هم دولت بر مردم میده و هم ولایت
یعنی استانداری بلخ هم گزارش یک سال فعالیت های خود برای مردم ارائه میکنه پیش از اینکه درفش برافراشته شود. بسیار خوب، حالا شما الان اشاره کردید به بابل و به هر حال اینکه مراسم نوروزی در اونجا هم برگزار میشده، اتفاقا شما در این حال هم معتقدید که الان هم گفتین که بلخ خاصگاه نوروزه و سند مشخص شما در این زمینه دارید؟ ما میدونیم که شما اشاره کردین به در مراسم زرتشتی ها در حالی که در اوستا ما نامی از نوروز نمیبینیم. همینطور ظاهرا مراسم نوروز اصولا یک مراسم سومری بوده. بله. گویا سومری ها که از بله. در شمال بردمانی در شمال فعلی ایران بودند و اینها میان به بین النهرین و بابل و اونجا این مراسم رو با خودشون میارن و در نتیجه مراسم نوروزی میگن یک مراسم بر اساس صحبت هایی که ساموئل کریمر میکنه که به هر حال یک متخصص تاریخ زبان سومری است و میگه که یک مراسم سومری بابلیه و نه لزوما مراسم زرتشتی. من در آغاز صحبت من گفتم که نوروز جشن زرتشتی نبوده، یعنی در زمان زرتشتی هم نوروز داشته، مگر نوروز یک جشن مهری است بیشتر از اینکه جشن زرتشتی باشد و آیین مهر پیش از زرتشت رواج داشته و یک تمدن بزرگ در آریانای قدیم گذشته که دوره پیشدادیان و کیانیان است و او تمدن تمامگی پژوهشگرا میدانند که در کجا مهدش در کجا بوده و اینمی بلخ و کرانهای دریای آمو بوده. از این نگاه ما میگم که جشن نوروز در بلخ به وجود آمده و از بلخ هم قسمی که آریاییات در گوشه و کنار پراگنده شدند، بعدا کوچیدند، نوروز با خود در اطراف اکناف انتقال دادند. ولی محققان بیشتر صحبت از این میکنن که مراسم نوروزی تا قبل از فتح بابل توسط کوروش در ایران برگزار نمیشده و این مراسمی بوده که حتی صحبت از این میکنن که یکی از پادشاهان بابل که برای مدتی مراسم نوروزی اونجا رو لغو میکنه و به جاش یک مراسم مذهبی ستایش از یکی از خدایان شهر حران مثلا، و اون اینه که میگه وقتی که به کوروش بابل رو فتح میکنه اتفاقا همین مراسم رو دوباره برگزار میکنه و مردم برای قدردانی از مردم و برای جلب رضایت خاطر مردم مراسم نوروزی رو دوباره برگزار میکنه، در حالی که در همون موقع در ایران مراسم برگزار نمیشده. کوروش کبیر در زمان هخامنشی که 2500 یا 2550 سال پیش از امروز یا حکم فرمایی داشتن در ایران، مگر حدود 3000 تا 5000 سال پیش ما تمدن بسیار کهن آریایی را در بلخ داشتیم در شرق ایران و ما تمام همو تاریخ ما از دوره کوروش شروع نمیشه، از دوره هخامنشی شروع نمیشه، دوره تاریخی در بلخ شروع شده، دوره تاریخی در بلخ شروع شده و پیش از اینکه مادها مثلا حکومت تشکیل کنند در ایران امروزی، ما دوره پیشدادیان کیانیان در بلخ داشتیم و کسایی که با تاریخ آشنا هستند در این زمینه بهتر از ما خواهد دانستند که او دوره تاریخی را متاسفانه اونمو قسمی که سیاست های امروز، سیاست های کشورها فقط سر محدوده جغرافی امروز مثلا ایران در اوجه بحث میشه و در افغانستان سر محدوده جغرافی امروز، در حالی که اگر دقت صورت بگیره این سرزمین ها یک سرزمین بوده و تمدن آغاز تمدن آریایی از شرق آریانا
شروع شده. بحث من سر تاریخ و فرهنگ نیست، بحث من بیشتر سر اجرای برگزار کردن مراسم نوروزی بوده که میگن قبل از اون در ایران اتفاق نمیافتاد. حالا از این بگذریم چون وقت بود تقریبا تمومه. آقای خلیق، شما میدونین که الان این مثلا در گذشته که طالبان حکومت میکردن یه مدت این مراسم را هم دیگه نمیذاشتن برگزار بشه و زیاد روی خوشی نسبت به این مراسم نوروزی ندارن. حالا الان توافقی صورت گرفته بین آمریکایی‌ها و طالبان و قراره که مذاکره بین افغانی هم صورت بگیره و نهایتاً ممکنه طالبان دوباره برگردن و در حکومت افغانستان شریک باشن یا حکومت کنن. آیا شما نگران نیستید که دوباره این مراسم محدود بشه و به خطر بیفته؟ من فکر میکنم که دیگه تاریخ به عقب بر نمیگرده. اگر مذاکرات هم صورت بگیره ما بسیاری چیزهای خود از دست نخواد دادیم و یک موضوع دیگه هم قابل یادآوری است که در زمان طالب ها هم در شهر مزار شریف درفش نوروزی برافراشته می شده و نوروز به نام همو گل سرخ برگزار شده بود. سه سال که یا حکومت داشتن در شهر مزار شریف نوروز مردم برگزار کردن، فقط طالبا خودشان سهم نمی گرفتن به حیث دولت و در مراسم اشتراک نمی کردن. خیلی متشکرم آقای صالح محمد خلیق از شرکتتون در برنامه. ممنونم از شما. تشکر از شما.